این برنامه شامل تصاویری است که برای افراد زیر 16 سال مناسب نمی باشد. The stage is set. The green flag drops. Let the carnage begin. Holy Toledo! What a collection! Now we're talking. What a play! Crank up the volume! Unbelievable! بالاخره این رویداد بلیزکان 2021 هم به صورت آنلاین برگزار شد و ما اطلاعات بیشتری رو درباره بازی‌های شرکت بلیزارد به دست آوردیم. ولی شاید مهمترین اتفاق این مراسم برای طرفداران محقق شدن چند شایعه بزرگ درباره مجموعه دیابلو بود. بذارید یکم در مورد این فرنچایز صحبت کنیم. نام این مجموعه از خدای وحشت گرفته شده بود و نسخه اول داستانی فوق‌العاده رو شکل داد. دیابلو در واقع روایت نبرد بین دنیای خیر و شر و بهشت و جهنمه. وقتی شیاطین به دستور دیابلو به شهر تریسترام حمله می کنند، وقت ظهور یک قهرمانه. او باید دیابلو رو بکشه. بعد سنگی که این اهریمن رو در اون گرفتار کرده، درون سر خودش مخفی کنه تا بدین شکل آرامش رو به شهر برگردونه. اما برای این کار، او ابتدا باید از بین 16 سیاه‌چاله مختلف عبور کنه تا به دیابلو برسه. نسخه اول دیابلو همونطور که از گرافیکش پیداست خیلی قدیمیه و اولین انتشارش به سال 1996 برمیگرده. دیابلو، انتر اف یو دیر. کسی انتظار نداشت که دیابلو با اسارت در سر قهرمان کنار بیاد و همه منتظر بازگشتش بودند. اتفاقی که 4 سال به تعویق افتاد اما بالاخره در سال 2000 و در نسخه دوم بازی دیابلو قهرمان نسخه اول رو شکست میده و بدنش رو تسخیر میکنه و حمله شیاطین به شهر دوباره آغاز میشه. بنابراین در سال 2000 نوبت به معرفی قهرمان جدیدی رسید تا جلوی دیابلو بیسته. این بار بازی دیابلو حال و هوای بهتری داشت، مخصوصا به لحاظ گیم پلی. یک نقش آفرینی هکنستش دیگه که در اون گیمر با آیتم ها و قابلیت های مختلفی برای کاراکتر اصلی دسترسی پیدا می کرد و با باس فایت های متنوع تری هم درگیر می شد تا بعد از شکستشون از اونها هم برای نبرد با سپاه خود دیابلو استفاده کنه. یک سال بعد هم DLC این نسخه با نام Lord of Destruction یا ارباب ویرانی به بازی اضافه شد. بعد نیست بریم تریلر سینمای این بازی رو که برای اولین بار در سال 1998 و در مراسم ایتری منتشر شد ببینیم. Many moons have passed since I left the town of Tristram behind me. Since then, I've tried to forget the terrors I beheld beneath the cold earth and the twisted nightmares that have haunted my every waking moment. There's something dark within me now. I can feel it, driving me towards the east,
assuring me that my salvation lies within the ruins of ancient kingdoms. Though I know the way, I know not what perils will arise to hinder my journey. And as I pass through the first gate, I know that the better part of my soul will remain behind. حالا و بعد از گذشت بیش از 20 سال از عرضه نسخه دوم دیابلو، بلیزارد با انتشار این تریلر در بلیزکان 2021 نشون داد که شایعات درباره نسخه ریمستر بازی حقیقت داشته. این شاید یکی از مهمترین اتفاقات این مراسم بود. این ورژن با نام دیابلو 2 ریسورکتد به جز بازی اصلی شامل DLC لورد آف دیستراکشن هم میشه. This be our darkest hour. It may yet be your greatest moment. در سال 2010 هم که این نسخه یعنی بازی سوم از مجموعه دیابلو منتشر شد و طرفدارانش رو خوشحال کرد. دیابلو 3 با وفاداری به داستان دو قسمت قبلی شروعی طوفانی داشت. این بازی حتی دو کاراکتر قبلی رو هم شامل می شد. اگرچه به واسطه که سیستم آنلاین حتی در بخش تک نفری بازی اعتراضاتی هم به این ساخته وارد بود و گیمرها رو عصبانی کرده بود، اما اینها باعث نشد تا بازی دیابلو 3 بعد از یک دهه انتظار طرفدارانش نتونه با گرافیک فوق‌العاده‌اش در اون زمان، صداگذاری عالی، طراحی محیطی چشم نواز و صد البته گیم پلی دوست داشتنیش اونها رو راضی نگه نداره. از موسیقی متن این بازی هم نگذریم که یک شاهکار هنری بود. ضمن اینکه در فاصله حدود یک دهه تا انتشار نسخه سوم، بلیزارد موفق شده بود که ارتباط خوبی رو هم با گیمرها برقرار کنه و مدام آپدیت‌ها و DLC های مختلف رو منتشر می‌کرد تا طرفدارانش همیشه دوستش داشته باشند. بنابراین در کل این قسمت هم به موفقیت رسید. بریم تریلر سینمایی دیابلو 3 رو هم ببینیم. Diablo was defeated. For a time it seemed we would know peace. But it was not to be. For Diablo's essence lingers in the Black Soul Stone. I cannot destroy the stone, nor allow its evil to remain within the heavens. And so it must be hidden, even from the angels. I pray that it will be enough.
You have done well, Horadrim. Your service here is finished. And you should all... run. Malfail. و برگردیم به بلیسکان 2021. شخصا معتقدم مهمترین اتفاق این مراسم در جایی رقم میخوره که بلیزارد بعد از شایعات و گمان زنی های متعدد بالاخره به واسطه یک تریلر گیمپلی جدید از بازی دیابلو 4 از کلاس جدید روگ رو نمایی کرده. در کلاس روگ طبق تریلری که میبینید کاراکتر اصلی با شمشیر و خنجرهای خودش میتونه دشمنان رو با ضربات زنجیروار پیاپی شکست بده. به علاوه این کاراکتر میتونه برای ناکار کردن دشمنانش از انواع سم هم استفاده کنه. حمله از راه دور هم به واسطه یه تیر و کمان و افکت شادو ماجیک برای او وجود داره. اینها نشون از وجود استایل های جدید مبارزاتی در این کلاس برای گیمر هاست. دیابلو 4 هنوز در دست توسعه است. بازی که مشخصا برای کاربران پی سی و کنسول های نسل 8 دو شرکت سونی و مایکروسافت ساخته میشه، اما در مراسم بلیسکان 2021 حرفی از زمان انتشارش مطرح نشد. حالا ازتون دعوت میکنم که ابتدا تریلر سینمایی روگ رو ببینید و بعد بریم ادامه تریلر گیمپلی بازی رو تماشا کنیم. اما پیش از اون باید بگم که وقت برنامه‌مون در اینجا به پایان رسیده. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزاریم. تا برنامه بعدی و گیم کدی دیگه، وقتتون بخیر و بدرود. There is justice within the light. But you have to be patient. Now, pray with me. May Akarat guide and protect me. May Akarat guide and protect me. May he shepherd my soul. May he shepherd my soul. And grant it mercy. And grant it mercy. What are you doing here? This is not the time. But this is confession. And I have sinned. I was a thief. Who stole from those more fortunate.
I strayed from your light and found my trade in the shadows. They call it murder. I say, job well done. I am a thief, a heretic, a murderer, father. Will Akara save me? You mock our light. But those monsters were a scourge upon my flock. And you... oh, you were the answer to their prayers. Then we are settled. And you owe me. The name you seek is... thank the heavens for you. Heavens? I assure you, Father. The heavens didn't send me...